درود خدمت شما دوستان عزیز، مرتضی هستم با یک ویدیو دیگه در خدمتتون. توی این بخش قراره که در مورد کراتین بادی اتک باهاتون صحبت بکنم و نتیجهشو باهاتون به اشتراک بذارم. خب این مکمل رو من براتون قبلا آنباکس کرده بودم، کاملا با این مکمل آشنایی پیدا کردین، نمونه پودرش رو دیدین و اینکه حالا در مورد اینکه چطور بودش. خب توی قسمت دوم مستک الایت گفتن که حالا مستک رو با کراتین بادی اتک دو تاییش ترکیب کرده بودم خورده بودم، توی این ویدیو هم میگم من این مکمل رو با مستک همون ماسل تک استفاده کرده بودم. و اینم بگم که در اوایلش من اصلا اشتباهن این استفاده میکردم، حواسم نبودش. هر سروش دو اسکوپ هست که من بارگیری و کلن همه رو با یک اسکوپ شروع کردم، ولی بعدش حالا دو اسکوپ کردمش. در مورد کارایش یکی از اون کراتینای خیلی با کیفیتی بوده که من استفاده کردم و از خوردنش لذت بردم. قدرتم توی تمرین رو خیلی برده بود بالا، البته هنوزم هستش، هنوز کلی داخلش هست. حالا به خاطر یه سری از مسائل فعلا من مکمل استفاده نمی کنم، گذاشتم که حالا بعدا دوباره شروع بکنم. در مورد کارایش یکی از میگم حالا کراتین زیاد استفاده کردم، بعضیاشون خب انصافا باید حق بدیم که یه سری از مارکا واقعا کیفیت خوبی دارن و نتیجهش خیلی بهتره تا نام حالا مارکایی که نام آشنایی ندارن. و اینکه بادی اتک یکی از اون کراتینای خیلی خوبی بودش که من استفاده کردم و خیلی ازش راضی هستم. مطمئنم بخوام باز هم کراتین بگیرم همین بادی اتک رو میگیرم، چون نتیجهش رو دیدم که قدرت، توان و همچنین حجم و چگالی عضله رو واقعا میبره بالا. البته خب کالری رو من به میزان خیلی زیادی برده بودم بالا و قطعا نتیجه خیلی بهتری هم ازش گرفتم، طوری که حالا میگم کسایی که تو باشگاه بودن این تغییرات رو توی من میدیدن. بعضیشون هم حتی فکر میکردن که مثلا من استروید استفاده کردم و به هر حال خوبه که با کراتین بتونی یه همچین نتیجه رو بگیری. و فکر میکنم داخل ایران کراتین بادی اتک هم هنوز هستش. اگر تصمیم به خرید کراتین دارین، من بهتون پیشنهاد میکنم که مارک بادی اتک رو بگیرین. خب نمایندگی هم داره، قطعا سیف هستش و اگر گرفتین میتونین با نمونه پودری که حالا من براتون آنباکس کردم مقایسه بکنین. خواستم که نتیجه این کراتین خیلی خوب و خوشگل رو باهاتون به اشتراک بذارم. اگر براتون مفید بود این ویدیو یه لایکش بکنین، خوشحالم میکنین، لایکاتون حمایتم کنین. تا یک ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. بدرود.